درود فراوان و تشکر بسیار از شما که سرفراز فرمودید، تشریف آوردید و از دوستانی که این همه کلمات بزرگ را با بزرگواری درباره این ناچیز به استماع شما رسوندن. همچنین از دوستانی که این محفل را برگزار کردند. در ایران معمولا افتخار میکنن همه ما، مثلا یک کسی از یک کشور بیگانه در یک محفلی مدال گرفته و بنده خیال میکنم افتخار بزرگتری نصیب من شده است که از شما بزرگان مهاجر، یعنی موقتاً یا پیش آمد ما رو به اینجا آورده، اظهار بزرگی میکنید و مرا تشویق میفرمایید برای خدمت مختصری که توانستم به عشق ایران، به ارادت به مردم ایران و به فرهنگ ایران ادا کنم. عرض کنم خدمتتون همونطوری که فرمودم، اگر فرصت فرمودید به بعضی از نوشته های من مراجعه بفرمایید و بعضی ها رو که نمیپسندید به کنار بگذارید، بعضی ها رو اگر چیز خوبی پیدا کردید نگاهی بفرمایید. و عرایض امشب من شاید چیز قابلی نباشه جز تشکری که کردم از همه شما بزرگوارانی که در این شهر چند هزار کیلومتر از ایران امشب دور هم گرد همایی داریم. سی و چند سال هم از آخرین انقلاب کشور ما میگذره و شما به یاد ایران به زبان فارسی شیوا صحبت می‌فرمایید و دوستانم که با کمال امتیاز و توانایی صحبت‌های فارسی کردن و امیدوارم عرایض منم که قدری پراکنده خواهد بود چون وقتم کمه و اشاراتی خواهد بود فقط به بعضی نکات شاهنامه و فردوسی برای اینکه فراموش نشده باشه که امشب مطلب اصلی و سخن اصلی به نام اون بزرگواره. ما دیگران گفت ما طبیبانیم شاگردان حق، بنابراین اونقدر مهم نیست. پس من اگر اجازه بدید از اینجا شروع کنم به اشارات مختصری که دارم، اگر صدای من به نام خداوند گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، خرد داد و گردان سپهر آفرید، خرد داد و گردان سپهر آفرید، درشتی و تندی و مهر آفرید. درشتی و تندی رو هم بایستی که یه جایی آدم جا بده. ضمناً این مرا به این نکته راهبری میکنه که ما در یه دنیای زندگی میکنیم که جنگ و ناآرامی درش فراوانه، درشتی و تندی هم زیاده. و باز اشاره کوتاهی اگه اجازه بدید میکنم به اینکه کشور ایران فرهنگ هنری بسیار والایی داشته، چنان که در هزار سال پیش یک دهقان خراسانی یک کتابی مینویسه که بعد از هزار سال نظیر نداره، همتا نداره، و این کتاب شاهنامه است. البته ما شاهنامه را از جنگ و کشتیگیری شروع کردیم
ولی حقیقت این است که اگر طوری که دوستان اشاره کردن، آقای دکتر استعلام اشاره کردن، اگر به بعضی نکات ذهنی و علمیش هم بیشتر مراجعه کنید، تو من سعی میکنم در همین چند دقیقه بعضی از اون نکات را خدمتتون عرض کنم. به هر حال غرب، کشورهای غربی در این دو سده اخیر در دانش و تکنولوژی، دانش و فناوری بسیار پیش رفتند و متاسفانه ما در این دو سده کار بزرگی در این رشته نکردیم، ولی کارهای بزرگی کردیم در سده‌های پیش و به نظر این حقیر پیشرفت علم و تکنولوژی بایستی که با درونبینی، با خودشناسی، با عشق و مهر و اینها آمیخته باشه و این آمیختگی رو گمان میکنم که یک فرصتی هم نصیب ما مهاجرانی که به این طرف دنیا هجرت کردیم باشه که هم از غرب یک چیزی بیاموزیم و اونها رو یه مقداری ادامه بدیم، یه مقداری در جهان پخش کنیم، به ایران برسانیم و همچنین جواهرهایی که گنجینه بزرگی که در ایران هست اونها رو نادیده نگیریم و اونها رو به غرب بیشتر معرفی کنیم. طبیعی است که من در این چند دقیقه با این حال سالمندی شما رو نمیتونم اونطوری که در جوانی میتوانستم مشغول کنم. آقای دکتر، این عکسایی که گذاشتند اینجا عکسای جوانی من بود. فردوسی میگه که جوان داردش گاه با رنگ و بو، گهش پیر بینی دژم کرده روی، که گیتی سراییست پر آی و رو، کهن شد یکی دیگر آورند نو، شما نوید من کهنم. به هر حال عرض می کردم که راجع به فردوسی خوبیش این است که شما همه اطلاع دارید و این یادداشت‌ها چیز مهمی نیست که من از جیب در بیارم، همین کنار میذارم و شما همه اطلاع دارید و یک اشاراتی که بکنم ممکنه اون اشارات به درد بخوره. اولا اشاره کوچکی از دبستان میکنم. اولین باری که من با فردوسی، یعنی نام فردوسی رو شنیدم، آشنا شدم، میخوام در ضمن ایران رو ما ناتوانی‌هاش رو دیدیم، اشتباهاتش رو دیدیم، بعضی هنرهاش هم ببینیم. من در کلاس شیش دبستان بودم، کتاب فارسی ما فرائد الادب نامی بود و در اون کتاب یک شرحی نوشته بود راجع به فردوسی و این نوشته بود که نبرد فردوسی با اشکبوس. خب این برای بچگی، بچه 12-13 ساله در ذهنش میمونه که اشکبوس با تورانی ها آمده به جنگ ایران و اشکبوس یه پهلوان بزرگیست. حالا به زبان عامیانه خودم عرض میکنم یک بمب اتمی هم با خودش آورده. اون بمب اتمیش اسب کوه پیکری است که داره. خب اون موقع یک اسب کوه پیکری که از این سوی میدان میتازه اون سوی میدان چند نفر پراکنده میکنه و بعدم تفنگ و باروتی وجود نداره که اون از کار بیاندازن، فقط تیرهای خیلی مشکل و دشوار هست که اگر کسی توانایی داشته باشه. به هر حال این میاد اول کاری که میکنه پهلوان ایرانی، این مختصر یادمه، روحام رو میکوبه
و روح هم پراکنده میشه و فرار میکنه. وقتی فرار میکنه توس سپه سالار یه قدری اندیشناک میشه که الان کی دیگه حاضر بره با این بجنگه. و در این میانه یک چند دقیقه شاهنامه مکس میکنه. بعد رستم میره پیش توس و میگه که من میخوام برم و من اجازه بده بره. خود این نکات هم خوبه که یک پهلوانی از رئیس ستاد اجازه میگیره، اون سپه سالاره، گرچه رستم مهمتر از اوست، ولی خب آداب رو باید مراد کنه. اجازه میگیره، میگه که من میرم با این. خب این اجازه تا به حال در ذهن بچگی که من بودم بد نیست، اما وقتی که میخوام اجازه بگیره میره، یه نکته ایست که در اون کتاب ها همونطور که فرمودید کمتر دقت میکنن. نکته اینه که اسبش رخش رو میذاره کنار، پیاده میاد. اون بابا پهلوانیست که با یک اسب کوهپیکری آمده، هی بالا پایین میره، هی خودنمایی میکنه که منم، شما کیست از ایرانیان بیاد؟ این میگه که این پیاده کیه میاد؟ رستم میگه پیاده مرا زان فرستاده توست که تا اسب بستانم از اشک بوست. میگه برای فرستادن که این نیروی اتمی که داری ازت بگیرم و تو رو مثل خودم پیاده کنم. وقتی که میاد به اصطلاح شاهنامه کمان را به زه کرد و اندر کشید، یکی تیر زد بر اسب او که اسب اندر آمد ز بالا و برو. آخه تیر رستم و خودش هم گاهی گفته که از سپرها میگذشت و کمان او رو کسی نمیتوانست بکشه. به این ترتیب اون اسلحه ای بود که میتوانست اون اسب کوه پیکر رو از را تا این تیر زد. بعد شعر زیبای فردوسی میاد و میگه که عرض کنم که بله، بخندید و به طنز گفت که بنشین به نزد گران ماهوی جفت. حالا بشین پیش خانومت، پیش زنت، این اسبی که اینی که بهش افتخار میگه. به هر حال با دو تا تیر کار اسب و اشبوس رو هم میکشه. خب این بود برداشت من در همون کلاس 6 و 7. وقتی 20-40 سال گذشت در دنیای سیاست، در دنیای اجتماع، دیدم وزرا رو دیدم، نخست وزیران رو دیدم، پادشاهان رو دیدم. اینها دیدم چقدر عشوه میفروشن، چقدر تعریف میکنن از اینکه ما چه کارهایی میخوایم بکنیم، چه کار میتونیم بکنیم، این و اون. و اما اونجا نوشتم در اینجا ناگهان تیر تهمتن اینها را از میدان بیرون میکنه. کشانی هم اندر جهان جان بداد، تو گفتی که او خود ز مادر نزاد. یعنی خودش معرف شد هیچی، مثل اینکه اصلا تاریخ هم دیگه اسمی از این اینهایی که ما بزرگ میپنداشتیم، وزرای بزرگ، جنگاوران بزرگ، شاهان بزرگ، بازرگانان متمول، این به نظرم آمد. نکته دیگری که بخوام به شما عرض کنم اون این است که کیکاووس یه پادشاه خودکامه‌ای بود. اینا برای مشغول کردن شماست. خودکامه‌ای بود و هوا برش داشت که بره مازندران رو که جای کشور دیوهاست بگیره و اموال اونها رو هم بگیره. و در اینجا که میره، حالا مازندران کجاست اوناست، از شاهنامه آدم جغرافی نمیخوای بیاد بگیریم. یه عده هم تحقیق کردن که مازندران اونجا نیست و جای دیگه است و برحال اونا محققین تاریخ و جغرافی هم. ولی محققین مطلب باید به نظر من اینطور فکر کنن که
این رفت در اونجا در کشور دیوان، اونها در شیمی پیشرفته بودند و هوا را چنان آلوده کردند که چشم سپاه کیکاووس و خود سپاه کاووس دیگه نمیدید. به این ترتیب ناچار شدم که یک فرستاده بفرستم به سیستان و اونجا هم طی زمان خیلی سهل بود و زود سفر میکردن طی زمان و مکان، در افسانه ها عرض میکنم، و اونجا کمک بخوان. زال پسرش رستم را که جوان بوده مأمور این کار میکنه، میگه تو باید بری و تو جویای نامی و بهتر اینه که بری اونجا و کیکاووس رو آزاد کنی. در حقیقت یه جنگ تنها با یک کشور است. رستم میاد و در برای اینکه یادتون بیاد یک کمی از هفت خان میگذره، این از هفت مانع بزرگ میگذره، سه چهار تا مانع رو که رد میکنه، مثلا یکی شیره، یکی اژدهاست، یکی تشنگیه که آب پیدا نمیکنه، تشنه و مونده و فرسوده و بیخواب میرسه به یک مرغزار زیبایی، کشتزار خیلی خوب، و بنابراین اسبش رو ول میکنه تو اون کشتزار و خودش هم اونجا میگیره راحت بیخوابه رو کشتزار. در این میونه یک مرزداری، یعنی اون کسی که مأمور گمرک و مأمور که اونها رو ما هم زیاد تجربه کردیم در این هجرت ها که برادران و خواهران ما کردن، از اون مأموران زیاد دیدیم، یک مأمور سرباز مرز میاد میبینه یک آدم غولی اینجا دراز کشیده، اسبش هم داره کشتزار رو از بین میبره، تنها اسلحه‌ای که داشت یه چوباق بود، از این بزرگتر چوباق رو برمیداره و بسیار سخت میزنه به پای رستم، رستم از خواب میپره. حالا شاهنامه اینا رو میخوام بگم استاد سخنوری است که در هزار سال با اون بالا جای گرفته، منتها با سخنانش شناخت. بنابراین رستم بیدار میشه، وای میشه، دستی به گوش این مرد میبره، بعد ببینیم چی کار میکنه. این مرد فرار میکنه، میره پیش سرهنگی که فرمانده اون مرز بود، مال سپاه مرزی. اون یه سرهنگی بود، 40-50 سرباز داشت و میری پیش او و گزارشی که میده، ضمناً شاهنامه میخوام عرض کنم که چقدر هوشیاره، مثل همه ماموران گزارش نمیده که من سخت کوفتم به پاش مردکر نزدیک بود چراغ کنم، میگه نه، میگه که من یه برفتم که اسبش برانم زکشت. بیت اولش یکی میگه بدو گفت، به اون سرهنگ میگه بدو گفت مردی چو دیو سیاه، پلنگین جوشان ز آهن کلاه. رستم رو میگه برفتم که اسبش برانم زکشت، مرا خود به اسب و به کشته نهشت، یعنی محلی به من نذاشت. مرا دید برجست و یاوه نگفت، دگوشم بکند و همانجا بخفت. زمن گذرا بلاغت شعری رو ببینید که پنج فعل را در یک بیت گنجانده، همه به هر معنا. میگه مرا دید برجست و یاوه نگفت، دگوشم بکند و همانجا بخفت. این سرهنگ تعجب میکنه که این کیه که آمده به کشور ما میخواد بره. اتفاقا اونجا نزدیک به سرزمین دیوهای مازندرانه، حالا اون مهم نیست. و این سرهنگ میگه خب بریم ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. با یک سپاهی میاد، با اون 50-60 نفری که داشته میاد به جستجوی این مرد که ببینیم کیه. حالا رستم هم بیدار شده و وایساده.
حالا درستم که بیبیلی این آمدن صحبت میکنه، اونجا ساکت بود، صحبت میکنه. اول صحبتی که میکنه به این سرهنگ میگه تو با این سپاه پیش من رانده ای، همی جوز بر گنبد افشانده ای، تو با این سپاه 45 نفر آمدی با من بجنگی، یعنی این کوچیکه برای من، همی جوز بر گنبد افشانده ای، یه مش گردو رو بندازی رو گنبد طبیعیست که همه میفتن پایین. بنابراین در همون حمله اول 3-4 نفر رو مجروح و یا کشته میکنه، باقی فرار میکنن. تا این سرهنگم بخواد فرار کنه با کمند سرهنگ میگیره. ولی نکته ای هست در اینجا، علت اینکه او رو با کمند بگیره برای اینکه فکر میکنه من آمدم به یک مملکت ناشناس و راچا رو نمیدونم، اشخاص رو نمیدونم، استراتژی رو نمیدونم، بنابراین یکی رو باید بگیرم که من راهنمایی کنه. و اون سرهنگ رو به محبت میگه که من به تو پاداش های خوب میدم اگر راستگو باشی، اگر نه که فلان. اون اولاد، سرهنگ اسمش اولادی، اولاد تو کمندم بسته شده دیگه تسلیم میشه. یه چند روزی رستم رو نشان میده که کجا میشه رفت، کجا آمد، ولی علاقه پیدا میکنه، میبینه که این رستم عجب مرد درست و قوی و پاکی و حرفاش خیلی معقوله و باهاش هم خوشرفتاری میکنه با کسی که به کمند گرفته. و بنابراین منباب ترحم به رستم یه شعری میگه که شعر بسیار بلند فردوسی است، میگه نتابی تو تنها وگر زاوهنی، بساید سوهان آهرمنی. این پند برای جامعه ملل امروز هم میخواستم عرض کنم که شعرهای فردوسی، شعرهای بزرگ، شعرهای بزرگ ما، سعدی، فردوسی، مولانا، همه جواهرهاییست که برای امروز جهان غرب هم به درد میخوره. امروز همه کشورها سعی میکنن که تنها برای یک جنگ و یک مساف و یک عده رو با خودشون، مثلا در سوریه چه میگذره فلان. بنابراین این به رستم این پند رو میده که من دلم میسوزه، نتابی تو تنها وگر زاوهنی، بساید اون یادت یا دال و ته سوهان آهرمنی. نمیگه که این دشمنان اسلحه‌ای دارن فلان، سوهان آهرمنی در مقابل بساید بر رستم ساکت میمونه. بعد از چند دقیقه جواب بهش میده، میگه ببینی که از این یک تن پیلتن، چه آقایت بدون نام دار انجمن. این جواب، حالا این جواب چقدر قیمتی است؟ شاه پیده شما دو سه شب پیش در تلویزیون دیدید که ترودو نخست وزیر جدید کانادا شد. من یادمه که 37-8 سال پیش پدرش نخست وزیر بود و در همون موقع نخست وزیری یک مشکل سیاسی براش پیش آمد در کوبک و اون گفت که من این کار رو انجام میدم. مخبرها هجوم کردن و یکی از مخبرها سخت ازش پرسید که تو با این حرفا که میزنی چطور میتونی با این چیز کنی؟ جوابی داد که درست مثل جواب رستم بود. جوابی که داد گفت واچ می، گفت نگاه کن ببین من خان چه کار خواهم، واچ می، کلمه انگلیسی به کار بردم. به اصطلاح رستم چه ببینی که از این یک تن پیلتن، چه آوید بدون نام داور انجمن. بلندی شعر رو ببینید، اولا ببینی که بسی میگه واچ می، ببین چه کار خواهم کرد، مواظب باش، نگاه کن ببین.
بعدم بیه کزیر یک تن پیلتن خودش رو میگه یکی. در مقابل این شعر چه آید بدان نام دار انجمن؟ انجمن چندین نفرن، صدها نفرن، این یک نفره، یک رو در مقابل انجمن میذاره. بعدم نمیگه که دشمن خائن بد فرار، چه آید بدان نام دار انجمن؟ کوچک نمیکنه دشمن رو، نشان میده. بعدم میاد و اون کارش. این هم یک نشان دیگری بود که یک مقداری هم چی میگم، ما که مهاجر شدیم مهاجرت هم توش داشت و سفر هم توش داشت. از اینها که بگذاریم میاییم به شاهکار عظیم، یعنی داستان رستم و اسفندیار. جا دارد که من راجع به داستان رستم و اسفندیار جرأت کنم یک کمی هم شاید کجروی بکنم یا جرأت هم نشون بدم. به نظر من این زیباترین داستانی است که به زبان فارسی نوشته شده، داستان رستم و اسفندیار. داستان از این قراره: پدر اسفندیار گشتاسپ از پدر بزرگش که بشه لهراسپ. در اون زمان لهراسپ پادشاه ناتوانی بود، گشتاسپ از او پادشاهی رو میخواد و اون گشتاسپ رو سرگردون بکنه. زبان گشتاسپ پدر اسفندیار، بعد این تأمل بفرمایید، ایران رو میگذاره و مهاجرت میکنه به روم که اونجا بگه اینجا برای من خوب نیست، از من نگه، پدر منم از من پذیرایی نمیکنه، شایستگی برای در نمییابه. میره به روم. در روم هم مثل همه ما که این طرف ها آمدیم طبعا یک کار کوچکی رو باید شروع کنیم اول، ولی الحمدلله آدم میبینه که امروز ایرانی ها در هر شهر در اروپا در امریکا بسیاری از ایرانی ها فرزندان شما، برادران شما صاحب نام شدن. بنابراین اون هم از آهنگری شروع میکنه و حالا خلاصش این است که بعد از شکار و توانایی هایی که داره معروف میشه در شهر و دختر قیصر روم رو بهش به ازدواج میدن. دختر قیصر روم اسمش کتایونه و کتایون میشه زن گشتاسپ. بعد ایران هم آشتی میکنن، تاج براش میفرستن، میاد ایران و پادشاه جانشین لهراسپ میشه. در زمان او هم زردشت پیغمبر ظهور میکنه. به این ترتیب زردشت در زمان گشتاسپ ظهور کرده، شاهزاده اسفندیار یک شاهزاده بسیار توانا، چیزفهم، جنگاور. و بعد هم در جنگهایی که شاهنامه همونطوری که میدونید مثلا نزدیک به 60,000 بیته، بنابراین یه مقدار زیادش شرح این است که مثلا اسفندیار چه جنگهایی کرد. و اسفندیار میشد تقریبا به زبان خودمونی بگیم تنها پهلوان جهان بعد از رستم. اون هم به اصطلاح با احتیاط باید گفت، بلکه خودش قبول نداره. گشتاسپ هم پدرش میخواد او رو بفرسته به جنگ رستم برای اینکه خودش بیشتر پادشاه بمونه. پسر خودش رو هم داره فدا میکنه. معلوم نیست که میدونه که کشته میشه یا نه، ولی مسلم اینه که او رو داره به خطر میندازه، اسفندیار رو به خطر میندازه. و شاهکار فردوسی که به نظر من اونجا که عرض کردم اگه جرأت بکنم بگم، به نظر من در هیچ زبانی
به این زیبایی کسی این داستان را ننوشته. البته آدم لازم نیست همه زبون ها رو بدونه، یه مقداری قیاس میکنه، یه مقداری هم اغراق میگه، یه مقداری به هر حال اینطور که ما دیدیم و شنیدیم و خوندیم و از دیگران که صاحب نظر بودند زبان های فرنگی رو خوب میدونستند شنیدیم، نظیر داستان رستم و اسفندیار. من خودم هم بی تجربه نیستم، این داستان رو خواستم چندین بار مثلا 20-30 سال پیش بنویسم، نگاه کردم دیدم 1040-50 بیته نسخه های مختلف و هر کاری کردم که از این 1040-50 بیت مثلا 30-40 بیت شکم کنم نتوانستم، 5 بیت، 6 بیت، 7 بیت به سلیقه خودم کم کردم، ولی شاهکار عظیمی است. حالا عظمت شاهکاریش در چیه؟ یک قسمتش که تراژدی، یک قسمت دیگرش پهلوانی، یک قسمت بالاتر از اینها گفتگو، دیالوگ. دیالوگاش به قدری حساب شده است، به قدری دقیقه که همه و الان وقت شما تنگه، ولی من سعی میکنم که این رو چند دقیقه دیگه تمامش کنم. بله، اسفندیار میاد به فرمان پدرش با رستم به جنگه. اسفندیار و رستم که همدیگر میبینن در نزدیکی زابل، هر دو پهلوان به هم علاقه پیدا میکنن، از نظر قلبی هر دو میگه که بله که روی سیاوش اگر دیدم ای بدین تازه روی نگردیدم. رستم میگه، رستم چون سیاوش به سرخاندش بود که حالا مرده در اونجا کشته شده، میگه که من اگر سیاوش رو میدیدم به این تا اینقدر خوشم آمده از تو. همچنین هم اسفندیار هم از مردانگی رستم خوشش میاد، ولی که از طرفی درون انسانی اون هواهای نفس، اون میخواد پادشاه بشه، اون میخواد در دنیا بگن بزرگترین پهلوان دنیا رو تو شکستی که رستم بود. رستم هم میخواد همین، حالا 500 سال عمر کرده ولی یعنی یه خورده بیشتر از من، و میخواد که اونها رو یه خلاصه مشکله، جاه و مقام و پول و ثروت و اینها رو از دست دادن خیلی مشکله. ولی کن باز یه بیتش میخونم که به این داستان مربوط نیست و ولی برای همه ما عبرت انگیزه، مخصوصا برای خود من. میگه سرانجام هم کس به جز به بالای خیش، سرانجام هم جز به بالای خیش، یعنی به اندازه یه متر تو دو متر نیابد کسی بهره از جای خیش. هیچ کس بیشتر از این دو متر جا و مقامی پیدا نمی کنه. اینها شاه بیته. برحال اون رستم و اسفندیار اول که میان با محبت صحبت میکنن، بعد کم کم به درشتی میکشه، کم کم شاهزاده است، بزرگ پسر، زمان زردشت آمده، ظاهرن هم زردشت رو روینتن کرده. اینا همه شایعات اون موقع شاهنامه است. و میاد اونجا، این است که یه خورده به رستم تندی میکنه، یعنی تندی میکنه برای اینکه اون وقتا در اون ایام بزرگترین اصالت نژاد بود. نژاد یکی پسر شاه بود، یکی پسر آهنگر بود. این که به رستم میگه که داستان بی که داستان از دیو زاد وزن بر فزونی ندارد نژاد، که داستان بد گوهر از دیو زاد، فزونی بر این ندارد. قاطی کردم ولی یک دقیقه وقت بکنم شما رو یادم میاد. به گیتی فزون زین ندارد نژاد،
این توهین میکنه به اون. دیگه که تو این همه مدال گرفتی، جایزه نوبل گرفتی، فلان گرفتی، بسار گرفتی، چه نازی بدین تاج گشتاس بی، بدین تازه آین لح راس بی. زرداشتم آوردی سخن که خیلی بلند شاهزاده رو میخوب بکنه. خلاصه کارشون به اون بیزان. بعد این میگه فردا من تو رو از اون به رستم میگه من فردا خواهی دید که من چه جنگی با تو خواهم کرد، و اگر بر چنین رو گردد سپهر، بپوشد میان دوتن روی مهر، به جای به سرخ کین آوری، کمند و کمان و کمین آوری. اینم میگه من فردا میام اگر تو شاهزاده فلانی، تو رو از روی اسب میکنم، از کوه زمین بر میدارم، میبرم پیش زال اونجا. بعد بالاخره به ناچاری میگه که تو هر چه از من بخوایی به تو میدم، به شاهزاده اسفندیار. یعنی زمین بخوایی به تو میدم، مال بخوایی به تو میدم. پهلوانای ما رو اون وقتا پهلوانان قیمتی بودن، بخوای گروه رو ببری میدم. همه اینا اشارات شاهنامه است. میگه زمان هر چه خواهی تو فرمان کنم. خیلی عبارت زیبا است. مثلا فرمان کنم یعنی فرمان بردار است. زمان هر چه خواهی تو فرمان کنم. روان را به دیدار تو رامش جان کنم، مگر بند که از بند آری بود. آری بود بله، زشتکاری بود از بله. میگه که مگر بند که از بند آوری بود. اینه پیدا کنم، شکستی بود، زشتکاری بود. میگه زمین میخوایی، پول میخوایی، سربازار میخوایی، همه. ولی این که میگه که پای تو رو به بند ببندم و ببرم شاه، اون بند رو حاضر. اینا شاهکارهای فردوسیه که گفتم که فردوسی باشه هویت ملی. این هویت ملی به شما، به ما همه ارث رسیده. یعنی در فرد خودمون وقتی هم تنها هستیم، با هر کی دعوا داریم، با هر کی فلان داریم، اون استقلال خودمون رو در باطن نمیخوایم از دست بدیم. بنابراین میگن مگر بند که از بند آوری بود، شکستی بود، زشتکاری بود. نبیند مرا زنده با بند کس، که روشن روانم بر این است و بس. شعر بلند فردوسی اینجاست. نبیند مرا زنده با بند کس. اون یکی بازم بلندتر میشه، نمیگه که مذهب من اینطور گفته است، پدر من به من وصیت کرده است که بند نباشه و چی چی چی. نه، که روشن روانم برای این است و بس. یعنی دل من، وجدان من به من اینطور حکم بکنه. یک نکته دیگه هم بگم دیگه شما رو خسته. انشالله که پذیرایی آقای متحد شایسته شما باشه. و بعد از این نکته دیگه ای که اینجا میخواستم به شما بگم، فردوسی در این گفتگوها خیلی دقیقه، خیلی حرفای بلند میزنه، و هر جام که میره یک مستشاری باش همراه میکنه. یعنی فردوسی، بزرگانی که میرن برای جنگ، برای وزارت خارجه، برای اینترنشنال میتینگ، یک مستشاری، مشاوری، و اون مشاورین ساکتند و حرف نمیزنند، ولی وقتی بخوان جوابشون رو میدن.
یک مشاوری که در شاهنامه میبینیم، اون مشاور برادر اسفندیار پشوتن، و پشوتن خردمندترین فرزند گشتاسپه و افراسیاب رشیدترین و شایسته‌ترین برای فرمانروایی جهان. اون پشوتن به صدا در میاد، به حرف میاد، حرفش به قدری بلنده که اینها از شاه بیت‌های فردوسی است که با اون 4-5 هزار نمیدونم شعر که دعوا کردن، کشتی گرفتن، اسبای آوردن، اسبا همه جواهر قیمتی، اون دیگه برای همون دبستان من خوب بود که بگم. اونجا این گزارش داره میده به اسفندیار، میگه شنیدم همه اون چه رستم بگفت. تا اینجا معمولی، بزرگیش با مردمی بود جفت، یعنی بزرگی این آدم با مردمی همراهه، یعنی دموکراسی و آزادی و آزادمنشی. بعد یه بیت دیگه میگه که برادرش رو منصرف بکنه، میگه سوار جهان. سوار جهان یعنی به قول انگلیسی زی با گذاشت شده، یعنی از او برتر کسی نیست. تنها سوار جهان، یعنی اینه داره برادر اسفندیار میگه که سوار جهان پور دستان سام، اونم تأکید میکنه اسمش، میگه مصرع عالی به بازی سر اندر نیاورد به دام. بازی یعنی دیپلماسی، میگه تو با دیپلماسی میخوای این رو اسیر کنی، این از اونایی نیست که بند بر پاش بذاری و تو با دیپلماسی رو گول بزنی. این که بریم اونجا با گشتاس میشینیم، بعد می میخوریم، صحبت میکنیم، به گشتاس من بند از پا در میارم که حس به اونم میگم عذرخواهی کنه از تو، این همه دیپلماسیه. بنابراین قشنگ بهش میگه که با دیپلماسی این مرد رو نمیتونی، این مرد بسیار بزرگی است و خیلی مستقل، خیلی دموکرات و به بازی سرم دادم. عرض کنم که شما رو خسته کردم، ولی که موهبتی بود برای این فقیر، برای بنده ناچیز، که اولا مورد لطف دوستان دانشمند که از امریکا تشریف آوردند، از مونترال تشریف آوردند، از اقصاب جای کانادا تشریف آوردند، این بزرگواری اونها را فراموش نمی کنم و همچنین بزرگواری شما را که اگر این بزرگواری نبود ما هم دیگر نمی دیدیم و من هم فرصتی پیدا نمی کردم که سر شما را در بیارم و سعی کردم که ببخشید من حیفم آمد که یک دو بیت دیگه نخونم براتون. اون دو بیت اینی که اینایی که گفتم نشان میداد که فردوسی یک شاعر بزرگی است و در دیالوگ از کسانی است که در دنیا بی‌نظیره. ولی یک نکته دیگه بخوام به شما عرض کنم که استنباط منه، ولی نمیخوام سوء تفاهم بشه، فردوسی عالم نیست، ولی در خیلی جاها ضمیر روشن او نشون میده که اهل علم. مثلا در قرن بیستم اینطور نشون ثابت شد برای اهل علم که کهکشان ها از هم میگریزن، یعنی به سرعت چند کیلومتر در ثانیه از هم میگذرن، دنیا در اکسپنشن، در انبساطه. این بنابراین اگر دنیا در انبساطه، کامپیوتر ما میتوانه عکسی بره ببینه که دیروز چطور بود، پریروز چطور بود، و میرسن به این نکته که 14.5 میلیارد تقریبا سال پیش این یه نطفه بوده و ناگهان پدید آمده. این دو قسمت را از علم جدید داشته باشید. حالا
شما جوانید، زبان شما ممکنه که اینا عوض بشه، ولی تا به امروز عوض نشده. و یک دهقان خراسانی با نهایت روشنبینی این دو بیت رو گفته که پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی فزاینده نو به نو. اولا پدید آمد یعنی همونی که علم جدید میگه ناگهان آمد. پدید آمد این گنبد تیز رو، گنبد تیز رو همونیست که علما میگن که داره اکسپنشن پیدا میکنه به تندی. شگفتی فزاینده نو به نو یعنی علم کیهانشناسی هر روز یه چیزی. بعد بیت دویمش هم برای علوم انسانی مهمه، میگه که نگشت زمانه بفرسایدش، دنیا رو میگه. گشت زمانه یعنی هزار سال، دو هزار سال، یک میلیون سال، دو میلیون سال، در تمام این مدت فرسوده نمیشه، همون داره میچرخه، همون به همون سرعت یا نظیر اون سرعت میچرخه. نگشت زمانه بفرسایدش، برای علوم انسانی مصرعشه، نه این رنج و تیمار بگذاریدش. میگفتن که در سوریه 100,000 نفر کشته شدن، در هیروشیما مثلا چند میلیون، در جنگ جهانی برا. این رنج و تیمار اثری نمی کنه در این بنای بزرگ. و اینها شاهکارهای عالمانه فردوسی است، تا اون اندازه ای که او رو ما از به اصطلاح به اغراق نکنیم و او رو یک عالم جدید معرفی کنیم. انشاءالله سلامت باشید و فرزندان شما و فرزندان ما. مال من که فارسیشون خیلی ضعیفه، مال شما انشاءالله که بتوانم شکوه فرهنگی ایران را در خلال چیزهایی که بنویسم آشکار کنم. یک مملکت بزرگی است که ما از عظمت بزرگی او هزار سال پیش اون شعرهای زیبا رو گفته و ما امشب در چند هزار کیلومتر فاصله خدمت شما سعادت پیدا کردیم، خدمت شما میرسیم و با مهر و علاقه از شما تشکر میکنیم و امیدواریم که فرزندان شما هم چیزهایی که بنویسن مهر کشورها، صلح و آرامش و شکوه انسانی را هم مراعات بفرمایید. شب شما بخیر. سپاسگزاری کنم و میخواستم از شما ودیعه بگیرم و از طرف شما هم از انجمنها و افرادی که دست اندر کار این نشست و واقعا سپاس و هایلایت زندگی پروفسور رو بیان کردن واقعا تشکر کنم. این انجمنها کانون مهندسین و آشیدگی‌های مقیم اتاوا، انجمن ادبی و فرهنگی ایرانیان مقیم اتاوا، انجمن دانشجویان ایرانی آسوات که خیلی واقعا زحمت کشیدن، ما شاهد بودیم اینجا.
آقای مهندس فلاحی و رادیو نماشون که بسیار بسیار برنامه‌های ارزنده‌ای در انعکاس چنین نشستی رو برپا کردن، واقعا سپاسگزارشون هستیم. دوستداران و ارادتمندان پروفسور چه در آمریکای شمالی، چه در آمریکا و چه در کانادا که به هر نحوی حمایت کردن و سپورت کردن چنین نشستی رو، مخصوصا آقای دکتر پرویز متحد و همسر عزیزشون که واقعا با صمیمیت غیر قابل وصفی باعث شدن که چنین جلسه‌ای برپا باشه. جناب پروفسور اگر اجازه میدید من از رودکی اون آرزویی که برای امیر نصر سامانی بود استفاده کنم و در شعر بوی جوی موریان میگه که شاد و دیر زی. این هم برای شما و هم برای تمام عزیزانی که در این جلسه هستند آرزو میکنم. شبتون بخیر.